تلویزیون CNN اجرای طرح ملل متحد، ضمانت جلوگیری از بحران اشرف. These Iranian refugees who have been staying there, these are opponents of the regime in Tehran right now. کمپ اشرف محل استقرار پناهندگان ایرانی مخالفان رژیم تهران است. در حال حاضر سازمان ملل متحد و دولت عراق ترتیب طرحی را دادند که آنها به طور موقت به مکان دیگری در عراق جابجا شوند و در کنار آن کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد روی استقرار نهایی آنها در کشورهای ثالث کار کند. اگر این طرح آنطوری که قرار شده اجرا گردد، این بحرانی است که جلوی آن گرفته شده است. Now the Iraqi government with the United Nations has managed to come up with a plan where they're going to be temporarily relocated to another location in Iraq and then working alongside UNHCR have them all eventually relocated to another country. So it's a crisis that has been averted if the plan is implemented the way it's supposed to be. That's a big if. CNN در پایگاه خبری خود نوشت توافقنامه بین سازمان ملل و عراق در روز یکشنبه امضا گردید. در همان روز ایرانیان تبعیدی در یک اطلاعیه اظهار داشتند که چند موشک به کمپانان در شمال شرق عراق اصابت نموده است. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از این توافقنامه استقبال کرد و آن را یک راه حل قابل اتکا خواند. نیویورک تایمز 26 دسامبر 2011 نوشت طبق معامله‌ای که توسط دفتر سازمان ملل در بغداد اعلام شد، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران پایگاه خود در کمپ اشرف را در ایالت دیالی برای رفتن به یک کمپ قبلی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد ترک خواهند کرد. آژانس پناهندگی سازمان ملل بعد از آن تلاش خواهد کرد که ساکنان را در کشورهای ثالث مستقر کند. مقامات آمریکایی و دیپلمات‌های سازمان ملل از این معامله به عنوان یک قدم بزرگ که می‌تواند از یک خونریزی و رویارویی بین ساکنان کمپ و نیروهای امنیتی عراق پیشگیری کند استقبال کردند.